بنده خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شما بیننده خوب تلویزیون آریانا. امیدوارم که سالم و تندرست باشید. سلیم مقیمی هستم. امروز اومدیم به ساحه بولانی فروشی ها و ساندویچ فروشی های گرده پارک ترقی شهر هرات. با ما همراه باشین. بریم ببینیم که وضعیت غذاهای کنار خیابان شهر هرات از چی قرار است و سر ای چاشت و ای موقع غذا خوردن اوضاع چگونه می باشه. خب سایران دوستام اینجا منتظر غذا هستم. خود اینا بشینیم دو دقیقه هم کلام باشیم. سلام خوبه؟ سلام شما خوب بخیر. اسم شما؟ فراد هستم. مطل غذاییم؟ جان بله. چی سفارش داده؟ دو تا ساندویچ ما. ساندویچ بسیار خوب. به هر ما چند دفعه میاییم به اینجا؟ بعض وقتا بیشتر دیکنیم دیگه. گاهی میاییم مای دو دفعه، سه دفعه، پنج دفعه. بسیار خوب. چگونه غذایی که به اینجا پخته میشه؟ اینجا دیگه ساندویچ داره، دیگه بولنی داره، دیگه چیزا ساده، تخم مرغ، املت. غذاهای به اصطلاح سر دستی که آدم دیگه وقت کمتر باشه بیا یک چیزی بخوری شکم رو سیر کنی. زودتر رو بره خیلی. راست بره برای کار خواب. بسیار خوب. فراجان گفتیم درسته؟ بسیار خوب. فراجان دکان چی داریم؟ چی مصرفیت؟ ما دفتر داریم، دفتر اول جاد. دروازه خوش. اوضاع چگونه در این چند ماه از موقعی که باز کرونا آمده؟ اوضاع کاروبار، اوضاع بازار؟ بازار دیگه میفهمیم وقت کرونا آمده کم کم خراب شده. دیگه بازم خدا را شکر. خدا را شکر. عیدم خو نزدیکه. عیدم نزدیکه. آمادگی چیزی داریم امسال؟ خب عید گذشته خب ما ایرتیا با خونه بودیم بیشتر. عید گذشته خب ما هم با خونه بودیم دیگه. امسال چی برنامه داریم؟ میریم بیرون، هرچند گفتن که نباید بیرون شیم. دیگه سعی کنیم مردم چه کار میشه. اگه بیرون شدم خب ما هم باید بیرون شیم. نشدم هیچ چیزی. تشکر از شما. اسم شما چیه؟ اسم فیروز احمد. شما چی مصرفیت دارید؟ من خود من دکترم، دکتر دندونم، فقط معاینه خانه میرم و تمام. دکتر صاحب، اوضای کاروبار شما اشتانه؟ در کل اگر یک نگاه بندازیم به چیزهای طبابت و امراض و اینا قسمی خود شما به جریانیم، میبینیم که بیشتر سر و کار مردم با همین دواخانه و دکتر و دارو و همین هایند که مصرف میکنم، به خصوص اوضای کرونا ای که فعلا دکتر اومد به نظر گرفتم و توصیه اینا اینه که از خانه بیرون نشیم و اجزا و مریضی هایی که اگر یک سرمای عادی هم بخورن پیش دکتر ها برن. فعلا من خود دکتری دندانم، اگر پیش دکتری معالج برن حتما بزید یک پلاستیک دوا میدن، دوای کرونا ای فقط تنها. دکتر صاحب باشه که همینجی شما گیر کردیم، حالا به عید قربان تکلیف ما مردم چیه؟ به خونه خوب بمانیم یا بریم به عیدی؟ واقعا قسمی که شما هم میگید کلا هم شهروندا ما هم شریا ما به جریانن که کرونا ببینیم که این کرونا چقدر به یک نگاه اقتصاد ببینیم چقدر مردم از ضربه زد، چقدر هیچ کس نتونست کاری بکنه. حتی بیاین به سر عید میایین، یعنی واقعا خونا هستن به خاطر که کار نکردن حتی قربونی ندارن، نمیتونن قربونی کنن، حتی لباس عید نمیتونن جور کنن، لباس عید نمیتونن جور کنن، چی یا برسه به شیرینی اینا. ولی میایم پس سرگپی شما گفتیم که عید خود ما عید نداشتیم، ولی عید میتونیم که عید جای بیرون بریم یعنی. ولی توصیه دکترها خود در اصل همگی اینه که ساعتیام اینا میگن بیرون نشین، از خانه بیرون نشین. ولی از خانه بیرون شدن تا چی مدتی بیرون نشن از خانه؟ یعنی تا چی مدت میتونن بیرون نشن؟ ولی از نگاه خود من میتونن جای چیز با رعایت یعنی جایی که بیداشتی که مدی نظر گرفته میتونن بیرون بشن. تشکر از شما. ممنون. قضا شما بیارن که گوشته ایم دیگه، میگم شکم گوشته جنگ نمیشه. تشکر. ما میریم داخل و ببینیم که اوضاع در داخل چگونه ایه و ما هم گوشته ایم دیگه. بر صورت سر چاشته و میل غذا داریم ببینیم که چیکار خواه شد. سلام خوبه؟ خیلی هستیم. خیلی اسم شما؟ نظیر احمد. نظیر احمد جان چی مصروفیت داریم؟ همینجا گرد پاک ساندویچی دارم. ساندویچی. خب میشه کار خورم شما ادامه ده که من مزایمت به کار شما نکنم. چگونه کاروبار؟ خوبه شکر رزی. روزانه چند ساندویچ پیج میدیم به اصطلاح؟ روز 200 تا نون پیج میدیم. که چند ساندویچ؟ 4 تا.
اگر نون یک ساندویچ میشه. بسیار خوب. بیشتر تایم فروشات کیه؟ دم چاشت و نماشون. چاشت و نماشون. کرونا و این وضعیت بازارام رو کاربار شما تاثیر بگذشته یا نه؟ زیاد. زیاد تاثیر گذاشته. استن بود دکان. یک ماه کنیم ما بسته بود. کرایه چیکار شد؟ کرایه دیگه شهرولی مار بسته کرد مگه نه بخشم. بسیار خوب. در مورد ازی بگین که در آستانه عید هم قرار داریم. شما حداقل عید تجلیل میکنیم این سوال هم شرایطی هست یا نه؟ دیگه مجبوره. رسمه چون دیگه نه؟ ولی ها. ساندویچ چند نوع ساندویچ دارین؟ جیگر هست، سوسیس هست، فلافل هست، برگر هست، میچه هست. خواهش بود. این طرف ترم بولینی درست میکنم و همچنان اگر اشتباه نکنم سمبوسه هم درست کنم. درسته؟ معرفی بکنیم. سلام. سلام عزیز. شکر زنده باشیم. وکیل احمد. وکیل احمد جان. کار شما بولینی و ساندویچ دیگه مسلمن و ای که روزانه چند تا بولینی پخته میکنیم؟ برخورد نداره دیگه. بعد روزا میشه 100 تا، 150 تا، بعد روزا 200 تا. روز جمعه که یک ساعت پخته میکنه. وضعیت بازار و وضعیت کرونا و شرایطی که فعلا در شهر هرات حاکمه و در افغانستان و جهان رو کاروبار شما هم تاثیر منفی بگذشته؟ خیلی زیاد. کم نه زیاد. چند ضرر کردیم به می ماه اخیر؟ والا ضرر که حساب نه کردیم. ضرر خواه همه بکردن دیگه. پور حساب نه کردیم که چند ضرر کردیم. تاثیر بگذشته. زیاد تاثیر بگذشته. بولینی بیشتر به هوا گرم میچسبه یا به هوا سرد؟ به هوا سرد زیادتره. یعنی فروشات شما بیشتر میشه بود؟ بله، واسه از زیادتر بود. مشتری های شما به چی تایمای بیشتر میآیند؟ روزای جمعه بیشتر میآیند یا در بین هفته؟ روزا جمعه زیادتر است. اینجا پارک دیگه معمولا برای تعطیلی ها بیشتر میآید. خیلی عالی. خب ما میل بولینی داریم. بله. ما بولینی میدیم؟ بله، هر چه که بخواید. بیننده عزیز ما از بولینی ها امتحان میکنیم ببینیم که مزه بولینی ها چگونه است. و همچنان از سمبوسه شما. نام شما چی بود فراموش کردم؟ وکیل احمد جان. بریم ما بولینی و سمبوسه آماده کنیم که ما هم بشینیم نوش جان بکنیم. جای شما خالی. بولینی فوق العاده خوشمزه هرات که واقعا مزه داد و با این دوغ وطنی که دیگه بی‌نظیر میشه در این هوای گرم. بولینی، چگنی و خوراکی های بسیار عوضانه و خوشمزه ای که نوش جان کرده. در مورد ازی بگیم که از دیگر ولایات هم برای بازدید از پارک ترقی و این سایه تفریح که هست میآیند و آیا شما مشتری های دارین؟ بله، از قندار، بدخشان، از بیشتر کابل میایم اینجا. باز میمان شما میشه؟ بله، میایم تفریح میکنم. بولینی خب فکر کنم هموطنان کابلی ما بیشتر در بله. کابل تهیه میشه. به هرات کدوم مدل بیشتر نوش جان میکنه؟ کچلو. کچلو تخم مرغ. بولینی تخم مرغ هم داریم؟ بله. حتما مگر یک روز باز بیام نوش جان میکنم ببینم طعم و مزه بولینی تخم مرغ چگونه است. گوشت مرغ، جگر میندازی، تو بنجرومی میندازی. تا چند میجه دکان بازه؟ معمولا از طرف شب هم هستیم یا نه؟ چون اخیرا ما شاهد هستیم که اوضاع امنیتی خیلی روبرانیه و خیلی از همشهریان ما در هرات شاکی هستند از این مثلا. بله، ما هم از صبح میاییم تا دو بجه شب دکان ما وایه. اوضاع امنیتی هم خوب نیاده که مجبوریم دوتر جمع کنیم. به این ساعه هم شاهد رویداد ناامنی بودیم در این چند وقت؟ داخل پارک نه، بیرون از پارک بودیم چهار هست. که انشالله
خدا کنه حل بشه مشکل ناامنی و مردم هم در شرایط امنی زندگی بکنن. خیلی ممنون از پذیرای شما و از این بولنی خیلی خوشمزه و انشالله که همیشه موفق و تندرست باشه. سلامت باشه نوش جان. تشکر میکنم از بیننده خوب تلویزیون آریانا که با ما همراه بودن، گزارش ما رو تماشا کردن. گزارشی داشتیم از ساحه پارک ترقی شهر هرات. گزارش هر اگر دیدین لایک بکنیم و برای ما در یوتیوب کامنت بگذاریم. وقت بر شما خوش. خودم میکنم.